بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام عرض سلام ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی عباس علیه السلام ممنون هستم که برنامه کافی پرسش رو برای تماشا انتخاب کردیم یکی از مباحثی که در هفته های گذشته کافی پرسش مورد بررسی قرار دادیم کتاب تاس و تلس جن و پری بود که نوشته جناب آقای حکیم رزوی قومی بود قصد داریم ادامه این کتاب رو در این برنامه و شبهای آینده مورد بررسی قرار بدیم و موضوعات جالب دیگری رو برای شما مطرح بکنیم پیش از اون که با کارشناس برنامه همراه باشیم دوستان عزیزی که با من همراه هستند و خدمت شما عزیزان معرفی میکنم محمد جواد آخون سلام وقت بخیر خوش به خدا سلام خدمت شما علی آقا و دوستانم و خسته نباشید همچنین عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان گرامی خوشحالم از اینکه بعد از اندک زمانی مجددا این سعادت نصیبم شد تا در خدمت شما باشیم امیدوارم اوقات خوبی رو با هم سپری بکنیم تشکر و سعید مصطفی هم با ما همراه است. سلام وقت شما بخیر سلام وقت شما بخیر و همچنین سلام و عرض ادب خدمت دوستان حاضر و سلام و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم ممنون که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردن ممنون تشکر از سعید عزیز و محمد توحیدی هم با ما همراه است. سلام وقت شما بخیر باشه من هم سلام از خدمت شما علی آقای عزیز و همچنین سلام از خدمت دوستانی که با ما همراه هستند و همچنین سلام از خدمت شما بینندگان عزیز امیدوارم که بحث این شبها مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره

آیا نداشت؟ نمعلم نداشت. به این معنا آن‌الدینا یا قبلون رسول النبی الانیمی خودش تبیین عقلی از خود خدا می‌گوید می‌یاره انتخابیت در خوب باوری منعطف. اگر یه باوری منعطف بوده، اگر یه باوری یه بانوی منعطف بود اگر انسان جز ترکیب کاری انجام نمیده انسان مواد را به همه را در هر مردی آشکار نکنید محرمات هم میشمرند از ما مبانی چند تا را محرمات هم میشمرند محرم محرم دینت از روی علم از روی بریم بفنید یعنی اگر یکی خدا را از وقت بخیر از میکنم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی با کارشناس این شب برنامه کافه پرسش حکیم رضوی قم همراه هستیم سلام علیکم وقتتون بخیر خوش اومد سلام خسته نباشید سلام از من خدمت عزیزانی که حضور دارن اینجا ان بتونیم بحث خوب و موفقی داشته باشیم یکی از مباحثی که دوست داشتیم تو قسمت های گذشته با شما مطرح بکنیم فرصت نبود بحث چشم زخم اگر موافق هستیم که مقدمه برام بفهم بعد دوستان سال خودشون در مورد بحثی که جلسات قبلی داشتیم یعنی توی کافه پرسشی که حالا پنج جلسه قبل در موردش صحبت کردیم بیشتر در باب جن صحبت شد که یکی از مباحثی بود که در این کتاب تاستلس و جن و پری مطرح شده بود خب مفصل با عزیزان بحث کردیم گفتگو کردیم اون دوستانی که حضور داشتن سوالاتی که پرسیدن و تقریبا بحثش تمام شد توی مجموع مطالبی که در این باب معمولا مطرح میشه مردم دنبالش هستن همه مسائلیه که خارج از مسئله مادیه یعنی یک مسئله به قول خودمون ماوراییه و همون ماورا و طبیعه یعنی از طبیعتی که در ظاهر ما داریم میبینیم خارج میشه و یک جور به عالم ملک دیگه برنامه بحث ملکوتی میشه خب یکیش جن بود که گفتیم موجود هستن ولی خب ما چون نه حسشون میتونیم بکنیم نه میتونیم ببینیمشون لذات در اینجا در موردش صحبت شد موارد بعدی که مطرح میشه خب بحث تلس مطرح میشه باز تلسمات یک نیرویی هست که انشالله در جلسات بعد اگه فرصت شده اشترسیدیم شاید در موردش صحبت بکنیم اونها هم دیده نمیشن ولی مؤثرن و اثراتشون میزن بحث سهره که دوباره سحر همین اتفاق میفته و مورد که این جلسه در موردش میخوایم صحبت بکنیم و ان عزیزم عزیزان حالا من یک مقدمه عرض بکنم و سوالی داشتن بپرسین در مورد چه زخمه که اینکه حقیقت آیا دارد یا ندارد چون الان یکی از مسائلی که خیلی در موردش دارن صحبت میکنن مخصوصا قشر دانشجو که الان خیلی توشون این بحثا مطرح میشه و حتی من دیدم یک سری از همایش که برگزار میشه و دوستان برای من حتی بایستاش فرستان من گوش دادم در این باب که ما چیزی به اسم چیزخ تو عالم نداریم و یک خرافه است و این خرافه هم همش ساخته و متولد شده ذهن انسان حالا واقعا وجود نداره؟ خب حالا واقعا وجود داره یا نداره ما در موردش مفصل میخوایم صحبت بکنیم اول اینکه بگیم اون ادعایی که میکنن در مورد چیزخ چیه اصلا این لفظی که میاد در مورد چیزخ به چی میگن چیزخ اصطلاحا با حال آیا این اصطلاحی که شده بین مردم و باب شده مردم میشناسنش ریشه قرآنی داره یا نداره اگر ریشه قرآنی داره آیا ریشه روایی داره یا نداره و تو جنبندی به این برسیم که آیا حالا واقعا حقیقت داره یا نداره بعد از اینکه حقیقتش برای ما ثابت بشه میریم دنبال این که با این پیشورس که این قضیه اصلا وجود داشته باشه ما چطور باید با این برخورد بکنیم که انشالله حالا اینا رو سلسله وار در موردش صحبت میکنیم و انشالله به یه نتیجهی برسیم خب در مورد کل چیز ارز عرض کردم یه هستن که کلا منتفی میدونن ولی ما بیایم در مورد تعریفش اصلا صحبت بکنیم ببینیم چرا میخوان اینو منتفی بدونن به چی میگیم مثلا چشم آره چشم اصلا به چی میخوایم بگیم که به چی باید چشم گفته بشه و تو اصطلاح میاد بحثی که در ابتدا در کتاب شروع کردیم بحث تعریف چشم خب میگیم چشم طبق تعریفی که توی دانشنامه جهان اسلام یک دانشنامه یه که تمام تیترها یا بشه گفت کلمات کلیدی که در فرهنگ اسلامی به کار میره اونجا آمدن یک تعریفی براش نوشتن اسمش گذاشتن دانشنامه جهان اسلام یه چیز کلی و عمومی حالا دوستان میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن یه مدخلی داره به نام چیزخ اونجا ها اومده چیزخ رو تعریف کرده و یک سری حالا اسناد و مدارک هم اونجا بیان کردن که حالا ما فعلا یه تعریفی ازش میبینیم چون تعریفات مختلف شده اینجا تعریف کردن چیز زخ آسیبیه که گمان این میرود که اثر نگریستن برخی افراد شورچشم به انسان یا جانور یا جسم دیگری باشه یعنی یه نیروی در چشم بعضی ها هست که اثر این اومده اینجور تعریف کرده بله فرقی هم نمی کنه. طرف مقابلش انسان باشه طرف مقابل اون شورچشم اصطلاح حالا یعنی کسی که چشم شوره اون کسی که چشم شوره در طرف مقابلش انسان باشه حیوان باشه یا جماداس باشه هر چی میخواد باشه یعنی ماشین خونه است نداره به اینکه طرف با قصد و نگاه خب مداره. حالا میخوایم پیش بریم الان راجع اونام صحبت میکنیم پس شور چشمی یه حالت غیر اختیاری میتونه باشه که از حس حسادت یعنی که انسان نسبت به یک چیزی اول حسادت بکنه این یکی و از این حسادت تو وجودش یک خوشحالی یعنی یک شعف نسبت به یک چیزی به وجود بیاد یعنی خیلی مثلا به قول ما سورپرایز بشه نسبت به یک چیز خیلی خوشحال بشه یا یک چیز خیلی زیبایی رو ببینه که دوباره تو وجودش یک شعفی ایجاد بشه یک موفقیتی تو یک شخصی ببینه مثلا بهش خبر بدن بعد 20 سال که مثلا شما با فلانی دیپلم مثلا با هم گرفتید اون الان کارخونه داره تو الان مثلا هیچی نداری مثلا نه تو هم مثلا داری تو یه کارخونه داری اون مثلا سه تا کارخونه تو یه ماشین داری اون دو تا ماشین داره تو هنوز ازدواج نکردی اون مثلا سه تا بچه داره درست شد یک حس حسادتی نسبت به چی نسبت حالا به زیبایی شخص به موفقیت شخص یا به هر حالتی که باعث بشه که این حسادت تو وجود شخص به وجود بیاد این نشأت و منشه اولیه چه زخم دونسته میشه اون شعفه اون شعفه و نه اون شعفی که باعث حسادت شده نیا کنید شاید من از یه چیز خیلی خوشحال بشم شاید چیز خیلی خوشم بیاد اصلا مال خودمه خوشحالی منشأ چه زخم نیست من دیگران و من نداشته باشم میشه خوشحالیه چه... که باعث حسادت بشه متوجه شدید؟ لذا علامه مجلسی در بهار ایشون میفهمن که آیه شریفه و من شر حاسد اعزا حسد در مورد چه زخمه این حسادتی که حسادتگر نسبت به انسان داره و خدا تعالی به سوالا در شرش انسان در امان بمونه چون این سوره خیلی سوره زیباییه سوره فلق و این مباعث که ما داریم در موردی صحبت میکنیم تو این سوره خیلی بیان شده و من شر نفاسات فل اقد شر اون نفس هایی که باعث بست شدن میشن گره زدن که گفتیم این بحث تلسمه حالا در تلسمات این آیه به کار ما میاد ولی آیه ای که الان راجعش میخوایم صحبت بکنیم و مثلا بحث ما هست و من شر حاسدن ازا حسد اون حسادت حسادت کننده رو علامه مجلسی میفهمد که همون حسادتی است که باعث چشم زخم میشه حالا این یکی حسادت با چشم زخم یه پیوند پس پیدا کرد پس اول شد انسان حسادت بکنه حالا به هر ترتیبی میخواد زیبایی باشه میخواد خیلی مثلا جمال داشته باشه میخواد موفقیت باشه میخواد من خوشحال شده باشم از هر چیزی باعث حسادت بشه و این حالا نکته اولش مرحله دیگه التفات انسان یعنی چی؟ یعنی من اول نسبت به یک چیزی متوجه بشم حالا یک خبره مثلا یک خبر به من میدن فکر منو میبرن کجا؟ میبرن طرف دوست قدیمی من نه فکر منو میبرن طرف کاروکاسبی همسایه من پس اول شخص ملتفت میشه از نظر فکری بعد دوم نگاه میکنه حالا این نگاه کردن آیا واقعا نگاه کردنه یا نه با ذهنش میتونه نگاه بکنه هر دو رو شامل میشه پس این سیر رو... ذهنی هم ذهنش بره به سمت اون احسن یعنی من... نیاز نیست که من در اونجا حضور داشته باشم من تو خونم نشستم بحثی میشه از همسایم نیاز نیست که مثلا همسایه من اومده روبروی من داره حرف میزنه با من مثلا میگه آره الحمدلله امسال ماهی 20 میلیون کاسب بودم بعد مثلا من یک دفعه متعجب میشم اول ملتفت شدم بعد اون حس حسادت تو وجود من به خاطر موفقیت اون به وجود اومد درست شد؟ ملتفت شدن خب یعنی اینکه که انسان متوجه چیزی بشه که باید اول اتفاق بیافته دیگه یعنی آقا اثر وضعی حسادت اون شخص مقابل رو باید اون کسی که حالا موفقیت به دست بکشه حالا همیشه اینطور نیست سب کنید ادامه پیدا میکنه پس اول آگاهی شد تا من بتونم اصلا حسادت رو ایجاد بکنم برای یعنی اولین قدم نسبت به چیز کم کن، یعنی نگیم که آقا ما فلان چیز داریم که بقیه آگاه شد. این خودش یکی از راه جلوگیری از ایجاد حسادت و حسادت که شاید منجر به چیز زخم میشه حسادت چیزیه که مزمومه در روابط اهل بیت زم شده و انسان نباید نسبت به چیزی حسادت داشته باشه هم شما گفتن آقا اگر اون داره خدا رو شکر کنید بگید خدا به اون داده انشالله به ما هم بده خدا به اون بچه داده انشالله به به اون پول داده به منم بده به اون زیبایی داده انشالله منم هم همینی که دارم خدا رو شکر بکنم منم زیبام هر کسی به نوبه خودش بالاخره حل کردنش تو وجود انسان میتونه انسانو به انسان کمک بکنه حسادت خب زم شده ولی همین چیزی که مزمومه میتونه تبدیل به یک خطر بشه برای طرف مقابل من که اگر انسان نسبت به این خطر که حالا عرض میکنیم که این خطر چطور به عمل میرسه اگر انسان نسبت به این خطر آگاه باشه شرعن مسئوله شرعن مسئوله یعنی حتی فتوای علما هست برن عزیزان ببینن میتونن تو استفتاءات مراجعه بکنن یا حتی زنگ بزن بپرسن یک شخصی که یقین دارد به این که بد چشم است چشم شوری داره حالا و باعث چه زخم زدن هست و خودش میدونه این تو وجودش هست اگر باعث ایجاد مشکلی در دیگری بشه زامن هست یا نیست همه آقایون گفتن زامنه از کجا بفهمه که این شخص چشم شوره؟ خود طرف که چشم شوره طبق تجربه خودش میدونه بارها و بارها حتی من چند سوشی که دوستان میگفت میگوی می که تو هست خودش میدونه چشم شوره همم میدونه گفت اومد تو مغازه ما یه نگاه کرد گفت چه مغازه زیبایی داریم گفت ما یه تنگی گوشه مغازشیم قشنگی از وسط شکست بعد گفت خندید گفت چه دیدی دیدی چه من چیکار کرد با تو یعنی حتی خودشون تو تجربه من و شما شاید هزار بار دیده باشیم ازش خوشمون اومده باشه حتی حسادت هم نسبت بهش کرده باشیم ولی تو همینجا قطع شده این سلسله درست شد یعنی ادامه پیدا نکرده چون که این رسیدن این حسادت به مرحله چه زخم یه مرحله بالاتره که عرض میکنیم باید چه اتفاقی بیفته و این هم عرض میکنیم تو همه کس این اتفاق نمیافته یعنی این نیست که اگر من بخوام کسی رو چشم بزنم راحت این اتفاق بیفته ب... مثل اینکه مثلا بگیم یه چاقوه هر کسی دستش بگیره میتونه بزنه نه اینطور نیست درسته مثل یه چاقو عمل میکنه و میزنه و خطر داره ولی این چاقو دست هر کسی نمیفته قابل کسب نیست خب از اون طرف هم امکان داره شخص چشم شور باشه ولی خودش هم ندونه کسی هم ندونه کار خودش هم داره انجام خب اون دیگه چیز نیست اون مسئول نیست. نیست اون مسئول نیست اگر میدونه مسئوله ولی اگه ندونه این اتفاق داره میفته خب این چیزی به گردنش نیست شرعن ولی من و شما به دلیل اینکه خیلی ها شاید در جامعه ما دارن زندگی میکنن و این نیرو در وجودشون هست و خودشون نمیدونن برای اینکه از خودمون حفاظت بکنیم و مقابله بکنیم با این نیروی که شاید بتونه ما رو اذیت بکنه ما باید راهکار حذفش و راهکار جلوگیری از ورودش رو به خودمون رو بلد بشیم حالا با دیدن این قسمت از برنامه خیلی ها. از افرادی که تو خونشون اومدن سر یه اتفاقی افتاده تو ذهنشون میاد که این فلانی که اومد تو خونه من شور بود این باعث شده من در خونه دیگران رویم راش ندم نگاه کنید ترک سلی رحم ترک حالا نزدیکان یا رفت آمد نکردن با دیگران یا زدن تهمت به هیچ وجه ما قبول نداریم و هیچ وقتم به کسی اجازه نمیدیم همچی کاری بکنه که بگه آقا من اگر تو زندگی مشکل به وجود اومد به خاطر فلانیه به خاطر پسرعمم به خاطر داداشم به خاطر پسرخاله‌م به خاطر همسایه‌م نه همچین چیزی ما نه اجازه میدیم نه شرعا طرف حق همچین کاریو داره که بخواد بکنه چون میشه چی میشه تهمت تهمت هم خودش گناه آخه یه مسئله ای که هست مخصوصا حالا توی ذات انسان وجود داره این داستان که ما انسان هیچ وقت اشتباهمون نمیپذیریم همیشه دنبال این میگردیم که اشتباهی که خودمون کردیم عامل شکست خودمون تو هر زمینه ای رو حالا به یکی نسبت بدیم دوست. خب این قضیه چشم زخم یه فرصت خوبیه واسه کسایی که میخوان خودشون فرار کنن از واقعیت و اینکه بندازن گردن یه چیزیه به خاطر همین منجر به میشه که هم اقسام تهمت ها و بندازن گردن اینو شاید خیلی که قبول ندارن این موضوع رو به خاطر همینه و میگن انسانو فقط دنبال اینن که از واقعیت فرار کنن و میگن چشم زخم بوده یعنی من بی تقصیرم این قضیه که شما میفرمایید در مورد انداختن تقصیرات گردن دیگری خب تو همه انسان ها هست و در این موارد بیشتره ما تو بحث جن مطرح کردیم همین قضیه رو گفتیم چون انسان برای اینکه از مشکلات بخواد فرار بکنه و هیچ راهکاری هم پیدا نمیکنه به چیزی دست میبره که کسی نتونه بهش بگه آقا تو داری اشتباه میکنی هیچ متخصصی نمیتونه بیاد بگه آقا من یک وسیله ای دارم این وسط مثلا وصل میکنم به تو میگه تو چش خوردی یا نخوردی یا آزمایش خون ازت میگیرم بگه چش خوردی یعنی هیچ آزمایشگاهی و هیچ وسیله قدرت سنجش این چیز رو نداره چون این چیزی که خارج از قدرت ماست یعنی ماورای این طبیعتیه که ما داریم توی زندگی میکنیم حالا چیزی که عرف شده تو جامعه میان یه تخم مرغی برمی‌دارن اسم یکی میارن خط میکشن اگه شکست میان اون فلانی چش کرده. قاجنو <applause> تهمت میشه یا نه اون که صد درصد تهمت میشه در مورد همیشه که تخم مرغ هم خواهد آقایم سوال کردن که آیا اصلا جایز هست یا نه اول اینکه اصرافه این همین حال تخم مرغ میشکنن یا میزنن زمین یا میزنن رو دیوار حالا که بگیم آقا نه من اینو مثلا میزنم توی کاسه که مثلا اصراف نشه بعد ورم مثلا میخوریم یا نه میدیم به حیوان بخوره اسرافش نمیکنه از اینم که بگذریم به جز گناه اسراف گناه تهمت زدن اونو دیگه نمیشه کارش کرد چون اینها دونه دونه مثلا اسم نمیسن فشار میدن اسم نفر بعدی فشار میدن رو هر اسمی که بشکنه ممکنه فشار رو یکی کم زیاد آره دست انسانه بعد اون وقت پوسه تخم مرغ یه جاش نازک یه جاش باشه یک جایش قسمتش فشار رو خوب تحمل میکنه یه فشار کمتر تحمل میکنه می یا اینکه نه مال ده نفر اول انقدر فشار دادی من نفر 11 ام خب میتره که بعد باعث میشه که تو زندگی نسبت به بعضی انسان بدبین بشه شرعا ما جایز نمیدونیم کسی همچی کاریو بکنه و بخواد با این تشخیص بده و بخواد با این شروع کنه به درمان کردن که آقا من با اسمی که اومد مثلا قطع بکنه ولی حالا پیرو به سوال قبلی که ازان پرسیده بودن ما به هیچ وجه نباید ابتدای امر بیایم بگیم مشکل ما به خاطر جن و تلسم و زخم و سهره این به نظر من کار کاملا غلط و توی بحث قبلی هم عرض کردیم اینو کاملا من توضیح دادم عزیزان مشکلات شخصی خودشون رو گردن بقیه نندازن اول ببینن خودشون راه و درست رفتن شروع بکنن درمان های ابتدایی اگر به نتیجه نرسید چون واقعا ما داریم شخصی که سالیان سال درگیر یه چیزه مثلا یه بیماریه که تمام متخصصین دنیا هم میگن آقا تو از ذره مثلا فیزیولوژی و از نظر آناتومی بدن و از آزمایشی تو کلا سالم سالمی ولی چرا درد داری متوجه نمیشیم هیچ قرصی چرا عمل نمیکن متوجه نمیشیم طب سنتی میگه آقا من دیگه متوجه نمیشم تو چند ساله داری دارو میخوری هر کسی میاد وارد میشه این مشکل حل نمیشه همونجا فکر میره دنبال چی؟ دنبال اینکه شاید این مشکل اصلا ریشه زمینی نداشته باشه بعد شروع میکنیم خب طبای دیگه همچین قدرتی ندارن یعنی همچین گزینه ای رو به قول ما رومیزشون نیست که بخوان ازش استفاده بکنن برای درمان ولی ما میگیم آقا نصف اون چیزهایی که داریم برای درمان مال همین دنیاست زمینی گیاه داروه نصف دیگهش بحث معنویه و دعاه و هرز هاست بحث حفاظ های ماورایی و از اهل بیت علیهم میگه خب تو از این نتیجه نگرفتی بقیه فقط اینو دارن ما این گزینه ها هم داریم بیا از این دعا استفاده کن بیا از این هرز استفاده بکن بیا از این رقیه استفاده بکن میبینیم شخص سریع به نتیجه میرسه خب این به نتیجه رسیدن و درمان شدن شخص اونم شخصی که سالیان سال تلاش کرده و زحمت کشیده از راه زمینی به نتیجه رسید. حالا از راه آسمانیش یا مثلا ملکوتیش به نتیجه رسیده اینو به ما میفهمونه که مثلا یه نفر دو نفر صد نفر دویست نفر وقتی میبینیم حالا این چیزی که ما دیدیم هزاران سال سالیان سال اتفاقات داره میفته تو جوامع مختلف باورهای مختلف همه که مثلا مسلمون نیستن بگیم آقا مثلا اسلام همچی چیزی رو آورده ما حتی در آینه یهود هم چیز زخم داریم توی کمونیست هم چه زخمون داریم تو مسیحی هم چه زخمون داریم اشخاصی که شاید لام از حب باشن توی کشورهای دیگه دارن زندگی کشورهای اروپایی و غربی میبینی اونها هم اینا در نظر میگیرن به خاطر همین نمیتونیم کلا منتفی بدونیم بگیم چون شاید یه عده بخوان خودشون رو راحت بکنن و گناهاشون رو بنزن تقصیر چشم یا تلس یا جن بخوان فرار کنن از زیر بار مسئولیت ولی اگر بخوایم منکرش بشیم این نمونه ها رو باید بزنیم همه رو کنار باید بگیم آقا این اتفاق که الان افتاده درمانی که اتفاق افتاده پس این چیز بیهوده بوده که در اصلا نمیشه منکر هم چیزی شد خب گفتیم اول التفات شخصه یعنی اول آگاه بشه نسبت به این چیزی توجه بکنه دوم نگاه بکنه و سوم حرف بزنه این ستا رو در نظر بگیرید تو زخم این ستا باید پشت سر هم اتفاق بیفته یعنی اون چشمی که حالا مشکل داره یعنی وجودی که یه انرژی منفی داره اگر بخواد انرژیشو منتقل بکنه به طرف مقابل اگر این زبان رو ببنده این انرژی منتقل نمیشه به هر لفظی حالا تو بعضی از روایات الفاظ مختلف اومده که از این با این لفظ منتقل میشه این طور گفته میشه که حالا اونا بماند ولی ما اغلب دیدیم طرف با هر لفظی هم که بوده تونسته اینو انتقال بده ولی حرف زده اگه تو وجود خودش نگرم داشت میداشت انتقال پیدا نمیکرد پس نیا کنید یکی از راهکارهای جلوگیری از انتقالش همینی که انسان حرفی نزد دیدید اغلب هم اونایی که چشمشون مؤثر میشه و منتقل میشه یا طرف مقابل رو به لرز میاره و میترسونه این که میگه عجب خونه ای یعنی خود طرف یه موقع حس میکنه میگه این خیلی مثل این که چشش گرفت میگن چه 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 چیزو گرفته بعد به لفظ میاره و گفته میشه پس اول التفاته بعد نگاه سوم به زبان آوردن حالا اگر این ملتفت شدن و توجه به التفات پیدا کنه یه رو ببینه بعد به قلبش هم سرایت بکنه بعد آرزو بکنه که اکاش این طرف مثلا اینو نداش این سلامتی رو نداشت این پول رو این بچه رو نداشت این فقط میشه حسادت اون حسادت که گفتم مرحله اوله مرحله اول که حسادت خودش متشکل از التفات و نظر کردنه به دلش که اومد و آرزوی اینو کرد که ای کاش این نداشت و این مثلا در شهنش نیست حالا به هر چیزی که تو وجود خودش داره میچرخه این میشه حسادت به زبون که بیاره میشه چشم پس چی شد؟ حسادت به تنهایی تأثیر منفی نمیذاره چرا رو وجود خود شخص که این حسادت اومده تأثیر منفی براش میذاره از در روحی ضعیفش میکنه به خاطر همین اسلام هم نه کرده از این ولی این وقتی که به زبان آمد و منتقل شد این حسادت تبدیل به چشم زخم میشه حضا ببخشید شما گفتید که مرحله دوم چشم زخم اینه که ذهن ما التفات پیدا بکنه به یک مطلبی و در یک فضایی قرار بگیره تا این چشم زخم حالا با اون بقیه شرایطش اتفاق بیفته خب این که میگن پس ساخته و پرداخته ذهنه بی ارتباط نمیتونه باشه بید. چون یعنی اگه ما ذهن خودمون رو کنترل بکنیم اون،, اون،, چشم زخم دیگه محقق نمیشه همون مرحله اول کنید ما عرض کردیم چند تا مرحله داره هر مرحله ای که انسان امساک بکنه و جلوی خودش رو بگیره اون چیزها محقق نمیشه مرحله اولش خب دست ما نیست حالا یا با دیدن اتفاق افتاده یا با دید دل که از شنیده هاست اتفاق میفته تو خونم نشستم خبرش به من میرسه درست شد خبرم دیدید اصطلاح هم میگن طرف دید میگه دیدی طرف میلیاردر شد من که ندیدم طرف میلیاردر شد من شنیدم درست شد پس این هم یه جور نظره این که میگیم به نظر انسان بیاد الملتفت بشه بهش و بهش نگاه بکنه حالا این التفات چه از دیدم چه از اون هر کدوم از این مرحله ها که گفتیم اول ملتفت بشه نسبت به چیزی بعد به قلبش سرایت بکنه و دلش آرزوی نداشتن رو بکنه این مرحله اول درست و بعد از اون به زبان بیاره ما تو هر مرحله رو بگیریم طرف از روحی انقدر رو خودش کار بکنه که هر چی هم موفقیت از هر کسی تو عالم دید حتی از دشمنش هم که دید حسادت بهش نکنه این همون مرحله اول اصلا ذبح کرده این چیزو بحث چه زخم نرفته به مرحله دوم کسی بخواد به زبان بیاره حالا هر چی زودتر انسان جلوشو بتونه بگیره یعنی انسان به قول قدیمی انقدر دلش بزرگ باشه و دل گنده باشه که هر چی از بقیه ببینه براش اصلا مهم نباشه میگه من خودم زندگی خودمو رو دارم روزی من همین انقدر بوده رزق من تو دنیا همین بوده منم همه تلاش خودمو کردم هر چی هر کی داره خوشش باشه انشالله برا منم خدا زیادتر بکنه این باعث میشه که همون مرحله اول اصلا ما کنار گذاشته باشیم که نخوایم به بحث حسادت برسیم و این حسادت رو به زبون بیاریم تا تبدیل به حالا اینکه توی همه این اتفاق میفته؟ نه تو همم نیست کم و زیاد هست کم و زیاد هست تو بعضی اصلا کلن منتفیه بعضی ها انقدر شدت شوره چیز زیاده که اثر منفیش به شدت در طرف مقابلش ایجاد میشه و گفتم اینها خودشون غالبا متوجه میشن یعنی وقتی میبینه یه سال دو سال سه سال, سال چهار سال میبینه نه آقا این از هر چی داره خوشش میاد اون داره نابود میشه و همه مثلا از یه چیزی خوششون میومده تا نشون من دادن و من به این نسبت آگاهش به این قضیه آگاه شدم و ازش خوش اومد و به زبان آورده گفتم چقدر اسب زیبایی چقدر گل زیبایی چه درخت پرباری و دیدم به شش ماه نکشید به یه ماه نکشید به یه هفته نکشید درخت که مثلا 20 سال داشته میوه میداده مثلا خوش شد اسبی که مثلا پنج سال سرزنده است چهار سال اصل سالم سالم مثلا فرداش تب کرد مثلا مرد یا خیلی چیزی که طرف میگم تو تجربه خودش به دست میاره اینا میتونه شدت و ضعف داشته باشه برای همه یکی نیست تو تجربه خودش متوجه میشه ولی کسی که میخواد رو وجود خودش کار بکنه تا اینو منتفی بکنه یکی از راهکاراش اینه که اول حسادت از خودش از بین ببره دوم این زبانو و دهانو ببنده خب نمیشه باید تبریک گفت به بعد باید یه جوری وانمود کرد حداقل که آقا ماشاءالله مثلا این به تخت زدن راستی داستان خب نگاه الان شما خود یه ظرف لفظی رو به کار بردی چی گفتی ماشاءالله این خودش یکی از چیزهایی که در مقابل با چی زخم البته ذکر کاملش اهل بیت ما گفتن اگر دیدی و خوشت آمد این را بگو ماشاءالله خود, خود این احسان خود این منتفی میکنه قضیه چیز که ان حالا وقتی که وارد مباحثش بشیم بحث دفع چیز و مباحثی که مرتبط به این قضیه است چه راهکارهایی داره یکی از راهکارها بعضی از اقوالیه که به جای اون چیزی که باید بگیم یه چیز دیگه میگیم یه چیز دیگه میگیم که اثر اون حسادتی که حالا شاید به صورت غریزی اصلا تو دل من جریان پیدا کرده باشه مثلا غریزی همین رو باطلش بکنه درست شد؟ چون غریزه هر انسان هست نسبت به یه چیزی که شاید سالهای سال داره میدوه تا اونو به دست بیاره و به دست نیاورده یکی مثلا یه شبه به دست آورده شاید آدم کمی حسادت بکنه چون یه شخصی هست که یه چیزی به دست آورده یه مالی یا یه وسیله‌ای حالا خدا بهش عطا کرده به دست آورده حالا برای خاطر اینکه چشم زخم نخوره خودش رو فقیر جلب میده یا مثلا من فلان چیزو ندارم که اطمینان میکنم خلاف اون این کار درست یا نه نگفتن حقیقت هیچ اشکالی نداره نگفتن ولی دروغ گفتن شرعا جایز نیست دیدید بعضیا مثلا وقتی یه بحث کاسبی میشه آقا اصلا کاسبی نیست کساد نه فروش داریم نه خرید داریم نه مشتری میاد اوضاع مملکت خرابه ما هیچی کاسبی نداریم الان که مثلا من ورشکست میشم خب اگه این نباشه داره دروغ میگه یه ماست حقیقت یه ماست مثلا داره نه علکی دروغ میگه بزرگ نمایی میکنه این داره مثلا 20 سال هر وقت ما دیدیمش این گفت ما داریم ورشکست میشیم و داریم مثلا همه مالمون از دست میدیم ولی هر روز یه ماشین نو خریده هر روز یه خونه نو خریده خب این طرف داره دروغ میگه خب شرعا مثلا دروغ گفتن جایز نیست نه شرعا نه اخلاقان. هیچ دین و آیینی تو کل دنیا دروغ قبول نمیکنه ولی یه موقع انسان حقیقت رو نمیگه حالا چیکار داریم که ما الان وقتی که طرف به من میگه کاسبی چطوره من میام بیا میگم خب این ماه یه میلیارد فروختیم الحمدلله خوب بود خب میتونم اولش نگم میگم خب الحمدلله فعلا یه نونی داره میاد و میره الحمدلله خدا روزی میرسونه داره میگذره قرار نیست من حقیقت رو بگم همین نگفتن حقیقت میتونه به ما خیلی کمک بکنه بعضی دیدی سفره دلشون رو هر جا میرسن باز میکنن الحمدلله تونستم یه معامله خوبی امسال بکنم یه خونه باش بخرم معامله خیلی شیرینی بود دو میلیارد سه میلیارد سود کردم کسی از تو نپرسید که تو چه جور چه کار کردی چقدر سود کردی چطور خونه خریدی از اون طرف هم بعضی از مواقع گفتن بعضی از حقیقت ها میتونه جلوی از چیز زخم میکنه اینو از خوب دقت بکنید مثلا طرف هیچی نداشته یعنی همه بین همه معروف بوده که این زندگی زندگی عادی بوده بعد می‌بینی سوار این ماشین شاسی بلند شد داره تو خیابون می‌گرده تو فامیل میره میاد خب این شاید خیلی از نظرها رو به طرف خودش جلب بکنه خیلی از دلها بهش حسادت پیدا بکنن که چطور شد آقایی که تا دیروز یه کارمند ساده بود و هیچی نداشت الان این شاسی بلند سوار شده و خیلی از کلام ها از دهان خارج بشه که باعث ایجاد مشکل براش بشه تو اون صد نفری که حرف میزنن یه نفر چشه شور باشه میتونه همون رو زمین گیر بکنه چطور میشه جلو گیری کرد با گفتن بعضی از حقایق که تا طرف مثلا میاد خب آقا یه شاسی بلندم که خریدی آره قره کشی مثلا واقعا همین بوده یه جا قره کشی میکردن به ماشین میدادن به ما افتاد مثلا سی میلیون به ما تخفیف دادن یه ماشین داشتن فروختم دادم دادن هم گفتن ما یه میلیون از حقوقت کم میکنی این طرف سریع اصلا دلش حسادت دفته یه ای خب این هنوز همونه که بود به شانس طرف هم ممکنه حسادت کنی نه میدونم حالا میگه طرف خوش میگه خب مفت بهش رسیده درست؟ یعنی یه مقداری طرف التیام پیدا میکنه نسبت به اون چیزی که دیده و نسبت به اون حالی که پیدا کرده از کنم بعضی موقع گفتن یک سری از حقیقت ها حالا نیاز انسان همش رو بگه آقا وام گرفتیم خریدیم حالا نه 90 درصدش هم پول داده 10 درصدش یه وام گرفته مثلا یه ماشین یه میلیاردی مثلا 50 میلیون وام گرفته 950 میلیون عجیب از جیبش داده برای اینکه حسادت از بین بره میگه خب آقا وام گرفتیم خریدیم این طرف سری آروم میشه خب این هم هنوز همونه که بود از آقا ولیم دادن و یا عقیق دادن این هم باعث میشه که چشم زخم برطرف بشه کلا کارایی که عبادیه ما این قائل بهش نیستیم مثلا یکی میره مکه آه ساعت میلیون هزینه مکه از کجا آورده داره میره مکه بگه چون چش نخورم پس نرم در صورتی که واجب شرعیشه نه این ها ما هم چیز نداریم اگر هم این اتفاق بیفته که احتمالش وجود داره خود اهل بیت علیهم السلام به ما راهکار مقابله دادن ما نمیتونیم بگیم چاقو یه جا اثر بکنه یه جا اثر نکنه چاقو بزنه به هر کی بزنه میکشه زخم میکنه باعث ایجاد جرح و خونریزی میشه نمیتونیم بگیم که روی مثلا آیت الله اثر نمیکنه روی آدمی که مثلا سواد نداره اثر میکنه روی پولدار اثر نکنه روی یکی از نه فرقی نمیکنه تأثیراتش کم و زیاد هست چون بعضی چیزا خودشون محافظن مثلا کسی که زیارت اربعین ابو یا زیارت سید و میره خود نفس اون زیارت حفاظه هر هم میخوان چشمش بکنن خودمون میتونه یه حفاظ براش باشه بجز اینکه نفسش مثلا حفاظه مثلا ولیمه دادن صدقه دادن این که شاید میگه اون چقدر داره که مثلا ماهی یه بارم داره به مثلا فامیلاش ولی منده. یا نه چقدر داره که همش داره هیئت میگیره و مثلا شام میده و از اینجور موارد شاید تو ذهن خیلی بیاد اینها بجز اینکه او خود اون کار خیر شاید حفاظ باشه و جلوی چشم دیگران رو بگیره یه سری راهکارها اهل بیت علیهم السلام به ما دادن که اونها هم میتونه کمک کننده باشه و ما بعدش استفاده بکنیم مثل, مثل ماشین رو که یا الان صبر کنیم نه میریم. الان بریم راجع واقعیت چیز کنیم مثل ماشینی که ما همیشه احتمال میدیم تصادف بکنیم بالاخره اگر ما اشتباه نکنیم شاید یکی دیگه اشتباه بکنه چه کارش میکنیم وقتی احتمال خطر میدیم احتیاط میکنیم نه میریم بیمهش میکنیم بیمه یه حفاظه مثل یک سپره میاد میگه آقا من جلوی تو همیشه هستم احتیاط بکن چون یه سی جریمه هم برای در نظر گرفتم تخفیف ها رو از بین میبرم دفعه بعد چند دسته اضافه تر بدی یه سری در نظر احتیاط رو میکنی ولی نگران نباش اگر یکی احتیاط نکرد به تو زد من خسارت میدم درست شد من ازت محافظت میکنم که تو از این بیشتر خسارت نمیری و اذیت نشی در مورد انسان هم همین حالو داره انسان وظیفشه که خودش رو بیمه کنه و در مقابل مشکلات و چیزهایی که از اختیار انسان خارجه عدم توجه یکی دیگه به قوانین که باعث میشه من صدمه بخورم از اختیار من خارجه من دارم چراغ سبز میبینم اون داره قرمز میاد من که نمیتونم بهش بگم آه چرا تو قرمز میای من من سبز برم اون نباید می اومده اون احتیاج نکرده ما ماورایی هم همین حالیو داره من دارم راه زندگیمو میرم اون نباید به من میخورده که خورده چطور باید محافظت بکنیم خودمون بیمه بکنیم با همین که اهل بیت علیهم السلام فرمودن با هرزهایی که اهل بیت فرمودن با چیزهایی که تو زندگی انسان میتونه به ما کمک بکنه تا اینکه بیمه بشیم در مقابل اینجور جور خطرات حالا من یه سوالی مطرح بکنم اگه اجازه بدین ما شاید نمیفهمیم بالاخره این اتفاقاتی که شما میگین اینا نیروی فرازمینیه شاید ما تا آخر عمرمون نفهمیم که دچار همچین مسائل شدیم حالا چه جنش چه تلسمش چه حتی چشم زخمش خب یه پرانتز باز بکنم میگن فرق باعث فساد میشه یعنی تو هر زمینه ای حالا هر فرق میتونه مالی میتونه نمیدونم سلامتی باشه هر چیزی تلس چشم زخم و و اینا میتونه باعث فقر میشه در طرف مقابل حالا همون سلامتی طرف و به خطر بندازه مالی طرف و در نتیجه باعث فساد فساد هم که ناشی از دور شدن از خدا و پیغمبر حالا ما بیمه نکردیم قاعدتا خودمون رو چون نمیدونستیم اما بحث در اینه که وقتی اون تصادف شک میگیره ماشین بیمه نبوده اما وقتی معمور میاد حق میده به اون طرفی که یعنی هیچ کاره بوده و نمیدونسته آیا خدام توی این شرایط با اینکه ما نمیدونستیم ولی ناآگاهانه نا و بی اختیار وارد یک فسادی شدیم بالاخره این اتفاق پیش میاد آیا خدا مثل اون معمور یعنی این عدالت رو برقرار میکنه یک کنید اینجا الان حق با اون شخصی بوده که چراغ سبز میرفته و نصف ماشینش له شده حق با اون باشه یا نباشه جبران خسارت برای طرف میکنه یا نمیکنه پلیس میگه آقا حق با شماست میگه آقا ماشین من رفته بگی حق با شما هم نیست نصف ماشینش رفته درست شد یا دستش شکسته سرش شکسته اتفاق خاص خوب نمیشه بگیم حق با تو هست یا با تو نیست دردش آروم نمیشه ماشینش هم خوب نمیشه چرا تو بعدش خسارت بهش میدن و فلان و بیسار که اونم حالا بحث بیمه است یا آقا شما باید جبران بکنی اینا به با واسه دیگه است ولی اینکه بگیم حق بش بدن یا ندن تاثیر خاصی نمیکنه این که بگیم خدا حق به طرف میده نمیده خب چرا نده مگه این که بگیم خدا میخواد نعوذ بالله به کسی ظلم بکنه خب خدا میدونه که این شخص اصلا مقصر نبوده تو این امر این به خاطر چشم یکی دیگه دو چار مشکل شده ولی اینها قوانین عالم هستی درست شد من ندونم آب داغ میسوزونه آب داغ رو دستم ریخته خب خدا بگه چون تو نمیدونستی پس نسوزه نه خب نمیدونستی بازم میسوزه خب ممکنه یکی از همین نیروهای فرازمینی کاملا مسیر زندگی یک انسان کامل تغییر بده و دست خودش هم نیست ممکن توی تصاوی شما فلج بشی رو تا آخر عمرت بیفتی گوشه خونه یعنی اگر مم... یعنی ممکنه کسی تا آخر عمرش راه اشتباه رو بره ولی اون دنیا خدا بگه که خب تقصیر تو نبوده و مثلا وارد بهش خب جبران میشه براش نه چه اتفاقی میخواد براش بیفته مثلا اینکه بخواد خدا حق بهش بده یا نده مثلا چی میخواد بهش اضافه یا کم بشه من اینو متوجه نمیشم به چی میخواید شما برسید میخواید بگید یعنی اگر به جذاب خدا بش... و پاداش وقتی یک کسی یک فساد این دنیا میکنه اون, دا... اون دنیا باید بالاخره جوابش رو پس بده خب من میخوام اینو بدونم که این فسادی که توی این دنیا انجام شده شاید ناشی از همون قدرت فرازمینی باشه که ما نا آگاهانه و بی اختیار این کار رو انجام دادیم اون کسی که فساد ایجاد کرده اون که از... اصلا شده است. اگر آگاه بوده که گناه کرده اگرم آگاه نیست که خب مقصر نیست چون آگاه نیست منی که فساد بهم روی من اجرا شده و من فاسد شدم و مشکل برای من ایجاد شده اینم برمیگره به دنیا خیلی چیزا الان تو روزمره شما فکر بکنین خیلی چیزا داره تو روز میگرده میره که برای من و شما میتونه ایجاد مشکل بکنه اینا همه میشه جز هم آزمایشات الهی که من تو زندگیم به فقر رسیدم حالا اگر آگاهانه بوده مثلاً آره اگر آگاهانه اثر... بوده که هیچی مقصر بودم اگر آگاهانه نبوده آقا من تو خونم نشسته بودم تمام ایمنی هم رایت کرده بودم برق نوسان پیدا کرده کارخونه من آتیش گرفت من میلیاردر بودم فردا شدم ورشکسته پول مردم هم باید بدم درست شو؟ اگر یه همچین اتفاق افتاده که من هیچ توش مقصر نبودم اینا میشه آزمایشات الهی که حالا تو این آزمایش ما سربلند میشیم سربلند نمیشیم و چه اتفاق میفته این سختی ها و مشکلات و مسائب و گرفتاری ها اینا همه داره اجر و پاداشه که روات امام صادق هم داریم که این میفهمد علیه السلام که اگر مؤمن میدونست تو دنیا این مصیبت هایی که سرش میاد چقدر اجر و پاداش داره آرزو میکرد تو قیامت وقتی میفهمه آرزو میکرد ای کاش وقتی تو دنیا بودم منو با قیچی خورد میکردن ریز ریز میکردن و من تحمل میکردم و ثواب این سختی ها و گرفتاری ها رو تو دنیا به من میدادم. خب این نسبت به این سختی ها و گرفتاری ها. حالا اگه سختی و گرفتاری از یک نیروی طبیعی ایجاد شده مثلا زلزله ماده خونش خراب شده مثل همینه که میخوا گنهکار گناهکار که نیستن که زلزله ماده فساد عوامل طبیعی مثل زلزله و خودش در اثر یک سری حالا عملکرد های ناشایست ما خب حالا نیا کنید همش که اینطور نیست اصلا همش هم باشه همه که گناه نکردن همه مردم که اهل مثلا میگن وقتی زنا زیاد میشه زلزله زیاد میشه خب همه که زنا نکردن که یه دیگه مثلا اهل گناه و فسق و فجور شدن حالا زلزله اومده همه رو درگیر کرده اونی که اهل گناه نبوده اونی که اهل نهی از منکر بوده و تو این جامعه هم داره زندگی میکنه و این زلزله مثلا صادر شده و اومده و اونو گرفتارش کرده اون براش میشه ترفیه درجه اون براش میشه ثواب خب تو جامعه که امام صادق زندگی میکرد زلزله میومد نمیومد امام صادق هم درگیر میشد خوشسالی نمیومد قحطی نمیومد امیرالمومنین گرسنگی تحمل نمیکردن جنگ نمیشد جنگ یه چیز ناخواسته است اتفاق میفته خب خیلی زنا بیوه میشن خیلی بچه ها بی پدر میشن و خیلی از مشکلات اقتصادی به وجود میاد خب یه چیز ناخواسته به وجود اومده این میشه جزء آزمایشات الهی حالا اونا مسائلش دنیاییه که ما حس کردیم درک کردیم این هم, هم داریم میبینیم اینا مسائلش ماوراییه اون برای اینکه وقتی مشکل به وجود میاد تصادف میکنه ماشینش از بین میره بتونه از بیمه خسارت بگیره بیمه مثلا بدنه میکنه ماشینشو که بتونه زنده بکنه این خسارت جبران بکنه یه کار اوقلاییه که خدا گفته آه تو میتونی یه جورایی جلو خسارت که تو زندگی میرسه بگیری یه راهکارشه برای اینام راهکار گذاشته که در مورد مثلا بحث جن گفت جن میتونه به انسان اثر منفی اثر سو بذاره و براش مشکل ایجاد بکنه چطور میتونه جلوشو بگیره راهکاری که میتونه جلوشو بگیره به ما گفته شده خب انسان عاقل میاد از راهکار استفاده میکنه تا اینکه جلوی این ضرر و فسادو بگیره حالا اگر میدونست و عمدن این کار رو نکرد میدونست آقا مثلا این طرف چشش شور اصلا خودش میگه آقا من چشم شور گفت تو نمیتونی رو من تأثیر بذاری و اومد و چشش کرد و گرفتار شد این خودش مقصر عامل خودشه دیگه نباید دنبال این بگردی که بگه آقا مثلا چرا اینطور شد و چرا اونجور شد و مثلا خدا باید به من جاش از رو پاداش بده و از این حرفا نه دیگه اون خودش مقصره ولی خب این چیزی که شما میفرمایین چون قابل حله یه موقع است میگفتیم نه یه تیر غیبیه هیچ راه دفاعی هم ازش نیست خدا گذاشته انسان رو مثلا درگیر میکنه و گرفتار میکنه و بدبخت میکنه و بیچاره میکنه این میگفتیم شاید با عدالت خدا سازگار نباشه ولی یه چیزیه که راه مقابله باش داره و اگر هم انسانی گرفتار شد حالا راه مقابلش اصلا بلد نبود آقا خبر و همه بدونن همه که نمیدونن راه مقابله دارن خیلی شاید اسلام ندارن یا اینه که مسلمانن خیلی نماز خوندن خودشون هم درست بلد نیستن شکیات نمازشون هم بلد نیستن مسائل شرعیشون نمیدونن چه برسه به این مسائل نمیدونه چطور جلوگیری بکنه و گرفتار شد این باعث ترفیه درجه این یه آزمایش الهی براش میشه که مریضی گرفته اصلا خوبم نمیشه مریضی که گرفته خوب نمیشه این دیگه میشه آزمایش الهی و باعث میشه که انسان توی آزمایش آیا منکر خدا بشه و منکر فضای اهل بیت بشه و منکر مثلا دین و دیانت بشه که خیلی تو هاشون میشن یا اینکه نه صبر بکنه استقامت بکنه شاکر خدا بمونه تا اینکه از پادش ان اون دنیا خدا بهش بده یکی از کارهایی که انجام میدن برای جلوگیری از چشم ها تو عرف جامعه اتفاق میفته یه چشم آبی توی شیشه آبی رنگ میذارن و اونو آویزون کنن سردر خونه هاشون یا توی اتاقاشون آیا همچین چیزی هست که مقابله کردن با چه سختی یا کنید یه همچین چیزی هست که شما فهمودین حالا تو تصمیم اون نه که اصلا نماد چیز زخمه اشخاصی که میخوان از زخم فرار بکنن معمولا یه همچین چیزی میگیرن سردر خونه آویزون میکنن دیوار خونه میذارن جلو ماشین میذارن که به دنیا میاد همیشه گردنش این هست حتی تلاش هم دیدم درست کردن که روی مثلا پلاک تلا یه یعنی چیزی هست با به جای اینکه مثلا دعا و اینا قدیمی‌ها درست میکردن با سوزن میزدن به لباس بچه یه هم چیزی درست میکنن میزنن اینها برگرفته شده از دین اسلام نیست به خاطر همین ما یه حالت شکسته ای بهش دادیم یعنی درست نیست این باور باور غلطیه که شخصی بعضی یک دعایی هم دور تا حالا نگاه کنید بشتن. اون شکلی که اگر مبلغ این شکل بخواد کسی بشه با اون کار از نظر من درست نیست چون دعارم داره فدای این میکنه یعنی داره اینو تبلیغ میکنه در صورتی که اثری که اگر هم کرده اثری نیست اثر دعاست ولی یه نکته ای هست جوامع دیگه اونایی که نه اسلام دارن نه اصلا دین دارن کمونیست اصلا هیچ دینی نداره اصلا بوداییه بت بود اون چطور باید از خودش مقابله بکنه و دفاع بکنه مقابل این زخم بیسته این دعاهایی که اهل بیت دادن که اون اصلا قبول نداره عربی خوندن و این الفاظ خوندن و اینا رو نوشتن و مال ماست اون چطور مقابله میکنه و اونها دارن چیکار میکنن راهکارهایی که اونا پیدا کردن نگاه کنید اون شناخته عوامل ایجاد چه زخمو همون چیزی که اولش گفتیم و این نکته خیلی مهمه گفتیم التفات به یک چیزی یعنی انسان با یک چیزی ارتباط برقرار بکنه از ذهنی درکش بکنه بفسه تو قلبش و تو دلش وقتی رسید آرزوی نداشتن طرف مقابل بکنه که بشه حسادت بعد به لفظ بیاره عجب ماشین آخرین سیستمی همین یا یعنی که اون سیر رو طی کرد اومد لفظ شد همین و این باعثی چیز زخ شد اونا چطور مقابله میکنن؟ ما میگه آقا این لفظ رو بگو این دعا رو بنویس این کار بکن اون لفظم که اومد گفت به تو بخوره به سپرت میخوره به ماشینت نمیخوره به این سپر میخوره به خونه نمیخوره به بچت نمیخوره ما یه سپر میسازیم اون ها رایی که پیدا کردن میان از التفاته و از اون حسادت جلوگیری میکنن چطور؟ مثلا شاید دیده باشید خیلی از اینهایی که مثلا ماشین آخر سیستم دارن دیدید مثلا جلوی ماشینش طرف ورداشته یه چیزی آویزون کرده مثلا یه که چوب من دیدم تو هندوستان خیلی زیاده مثلا یه عروسک یه عروسک در بوده کسیف از همین هایی که میلرزه عروسک حالا یا همچی چیزه یا جلوی مثلا یه, یه لنگ کفش مثلا طرف آویزون کرده به آینه ماشینش یا یه چیزی پشت ماشین مینویسن شما وقتی داری میری اصلا به ماشین چشت نمیافته تا نگاه میکنی پشت شش مثلا یک کلمه ای نوشته نظر شما و التفات تو از اون چیزی که باعث چه زخم بشه حذف میکنن اونا عامل و ور میدارن یعنی اصلا طرف به اونجا دیگه نمیرسه این رنگ آبی با این حالاتش این جاذب چشمه تو وقتی که جای اینو نصبش میکنی مثلا رو دیوار سفید فکر کن تو خونه طرف میری از در که وارد میشی رو در ورودی یه در مثلا سفیده یه قلومه انقدی آبی وصله مثلا دیگه ذهنت از همه جا حرفی چه فقط اینو میبینی یا مثلا طرف میبینی یه جایی از خونش خرابه من از باور زیاد دیدم یه جای خونش خرابه میگه اینو من هیچ وقت تعمیرش نمی کنم. همه میان گم بحث خونه یه دونه کاشی عوضش کن بحث خونه ای همش خراب شد یعنی یارو سه میلیارد خونه است از تو اون سه میاد بیرون، یه رای به این دیوارا بزن درست شو تمام نظر طرف التفات طرف بر میگرده بسرهاش من برای چرا یه کار میگرده آفر یکی چش... از راهکارهای دفع زخم در غیر اسلام اینه که شما مقدمات چیزخ رو بتونی خونسا کنه حالا به هر طریقی دیگه آدم انقدر نشسته تو این دور زمونه انسان ها فکر کردن راهکارهای مختلف که حالا یکیش همین رنگ آبی ماننده که عکس حالات چشم داره درست کردن باعث این میشه که شخص نظرش بیاد به این جذب بشه تا اینکه به وسیله من یا خونه من یا بچه من بشه حالا این چشم آبی رنگ رو ما تاییدش میکنیم و ردش میکنیم این راهکار مقابله با چیز زخم نیست من جای توی فضای مجازی دقیق یادم نیست ولی میخوندم که مثلا برعکسه یعنی جذب میکنه اینجور داستانه رو جذب میکنه به خودش چون به خودش ملتفت میشه شا از اون چیزی که ما میخوایم بهش نگاه نکنن طرف رو دور میکنیم این اگر بگیم این عامل دفع چه زخمه که الان تو جامعه همینه دارن میگن این کاملا یه باور غلطی چون این عامل نیست گل، ماشینت گلی باشه اون اونم خودشی عامل رنگ ماشینت خراب شده باشه خودشی عامل شیشه ماشین شکست ترک داشته باشین خودش یه عامل یه عروسک که کهنه پشت ماشین گذاشته باشیم خودش یه عامل ماشینت کسیست باشه از که ماشین جلی باشه کسیف باشه خودش یه عامله پس این دلیل بر دفع چه نیست که بگیم آقا این یه چیزیه نیروی ماورایی آره یه تلسمیه یه چیزی که هر جا باشه چه زخم نه این باور باور غلطیه ما دافع چیزخ یعنی چیزی که چشم خورده شما نیا کن 500 تا از اینا بهش آویزو کن اگه خوب شد خیلی عامل چشم زخم رو بد شانسی خودشون معرفی میکنه به خاطر همین هم یه چیزای آویزون میکنم به خونه هاشون حالا من چون که تو جامعه دیدم اینو دارم عرض میکنم تون یه چیزای آویزون میکنن که باعث خوشبختیشون بشه مثل نعل اسب اینو هم باعث دفع چشم زخم میشه نه اینها هم ریشه در مباحث اسلامی نداره ارز کردم اینا همه خیلیاش خیلیش تلقیناته خیلیش از بین بردن مثلا یک سری راه که خطر ایجاد میکرده اون راه از بین برده مثل همین راه حسادت رو از بین برده مثلا جواد گفت که به تختیه چوبی میزنن که چشم نخوره مثلا آره خب مثلا این یه نظریه است که خب تو اسلام هم چیزی تایید نشده تو دینای دیگه تایید شده یا کلا نه نداره. نگاه کنید این که مؤثر باشه شاید مثلا بگیم من که زدم نظر طرف رو برگردوندم درست شد؟ یا اصلا خودم چون طرفی که میخواد چشم بکنه یعنی مثلا من از چیزی خیلی خوشم میاد یا مثلا عجب استودیو قشنگی اشالله خراب نشه آره یه همچین میاد تو ذهنم بعد میگم نه بزنم به تخته ان که هیچیش نمیشه درست شو همین بزنم به تخته خودش التفات و نظر منو برگردوندنه یعنی خودش یه راهکاری شاید یه عده دیدن چششون مثلا شور بوده دیدن وقتی خودشونو برمیگردون نظرشون حالا طرف تخته جلش بوده زده بعد دیگه باب شده بزنم به تخته حالا دیوارم بود بهش میزد یا یه, یه چیز دیگه بود رو آهنم بود میزد یه صدایم داد نظرش رو برمیگردون یا حالش رو عوض میکرد به اینکه مثلا خیلی دیگه به اون دقت نکنه شاید همون هم موثر میشد ولی اینها درمان نیست ما همه ای حرفمون اینجاست چه کسی که چشم خورد آیا با این چشم آبی یا با زدن به تخته دیگه کارش درست میشه یا نمیشه اونها راهکارهایی که عرف و عوام برای خودشون به تجربه درست کردن تا نظر مردم از مال خودشون از جون خودشون برگردونن حالا این نظر برگشت خب برگشت این در واقع مثل, مثل ترمز آفرین مثل پیشگیری مثل ترمز طرف ترمز که خب نخوردن به هم خب نخورد که دیگه طوری نیست اتفاق نیفتاده خطری ایجاد نشده مهم اونجاست که اگر خورد و ایجاد مشکل کرد هیچ کسی چون عاملش عامل زمینی نیست نمیتونه درمان بکنه اون موقع ما باید چی کار کنیم عقل سلیم میگه پیشگیری کن یعنی بیا اون سپر رو برای خودت درست بکن که اگرم خواست بخوره بخوره اون سپر چطوری نشه بیا خودت رو بیمه کن بیا از خودت محافظت ولی حالا نکردم نشد راهکار درمانی چیه انشالله بحث میشه آجا ببخشید حالا استفاده از همین اشیای مثل چشم آبی و اینها برای همین پیشگیری و پرت کردن حواس و اینا به این قصد نه اینکه حالا صرفا که نیروی ماورایی داشته باشه بازم اشکال داره میکنید چون یه جورایی ترویج خرافه است و تایید خرافه است میگن آقا بچه مذهبی هایی که خودشون مخالف مثلا خرافه این چیزا خودش اومده مثلا به ماشین خودشون از ناویزون کرده خودش معتقد به خرافه شده و از اون طرف ما راهکارهای اسلامی و شرعی و مذهبی برای در امان موندن داریم از نظر ما قبول نیست نباید هم کاری کرد چون که باعث میشه اینکه حضرت میفهمد شما رو به ما میشناسن موسی می اگر تو گناه بکنی برا تو بده به خاطر جایگاهت نسبت به ما اهل بیت و اگر من و شما دنبال یک چیزی یک کاری انجام بدیم اون که نمیدونه من نظرم اینه که این مثلا باعث میشود نگاه مردم به این بیفته تا به وسیله من بیفته میگه بیا این مذهبیام این خرافار قبول دارن میگن که اینا چه زخم باعث میشه کسی چشمشون نکنه در صورتی که ما خیلی از راهکارهای دیگه داریم که هم از تهمت مسئول میمونیم هم از چه زخم مسئول میمونیم و میتونه افسمون بکنه ممنونم تشکر از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادین و با ما همراه بودین ان شاء که جلسه آینده راههای درمان چشم زخم رو هم بررسی بکنیم ان شاء الله یه سری مباحث مونده ما قرش روایاتش رو بگیم و چه زخم در قرآن رو بگیم ان شاء اینا رو میگیم و بلکه برسیم فرصت بشه به درمان بالاخره تو این چند جلسه در اختیار در خدمت عزیزان هستیم ان شاء گفته میشه تشکر از دوستان از که در استودیو تشکر میکنم و تشکر ویژه از شما بینندگان و همراهان گرامی که با ما همراه بودین تا دیدار آینده شما از رو به خود بزرگ و منان بسنید یا علی مدد خدا